سرخط تازه ترین خبرها. نشست مشورتی اشرف غنی با رهبران سیاسی و جهادی. دیدبان حقوق بشر در واکنش به قتل خاشه طالبان به کشتارهای انتقام جویانه رو آورده اند. و همچنان در پایان یک فرمانده ارشد ارتش در هرات پس از اسارت به دست طالبان کشته شد. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. نشست مشورتی اشرف غنی با رهبران سیاسی و جهادی. رهبران سیاسی و جهادی پشتیبانی خود را از نیروهای دفاعی و امنیتی اعلام کردند. با گزارش اسپوتنیک ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه نوشت روز شنبه 9 حسب نشست مشورتی بزرگ با رهبران سیاسی و جهادی و ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی برگزار شده است. بر پایه این اعلامیه قطع جنگ و رسیدن به صلح عادلانه و پایدار اولویت دولت افغانستان بوده و این هدف را دنبال خواهد کرد. در اعلامیه آمده است که دفاع از مردم و تمامیت اراضی افغانستان، نوامیز و نهادهای ملی، ارزش‌های مشترک، حقوق زنان و سایر حقوق و آزادی‌هایی که در قانون اساسی تسجیل یافتن نیز مکلفیت دولت افغانستان بوده و از این ارزش‌ها در مقابل هر نوع تعرض دفاع می‌کند. ارگ ریاست جمهوری افزوده است که شهامت و استادگی نیروهای دفاعی و امنیتی در مقابل تجاوز و حمله تروریستی و استادگی و بسیج ملی مردم افغانستان در این راستا قابل ستایش است. همچنان در اعلامیه آمده است که در این نشست رهبران سیاسی و جهادی از دفاعی نیروهای امنیتی، دفاعی و بسیج مردمی افغانستان در پشتیبانی از آنها نه تنها قدرداری کردند، بلکه با همه توان خود برای بسیج بیشتر مردم برای دفاع از کشور تلاش خواهند کرد. یادآوری میکنیم که رئیس جمهور افغانستان در حال امروز رهبران جهادی نشست مشورتی را برگزار کرده است که در ولایت هرات و چند ولایت دیگر درگیری ها به شدت جریان دارد. در همین حال با نقل از خبرگزاری آفاق، یک فرمانده ارشد ارتش در هرات پس از اسارت به دست طالبان کشته شد. دفتر مطبوعاتی والی هرات میگوید که عبدالحمید فرمانده لوای اول قول اردوی 207 ظفر در جریان درگیری با طالبان اسیر و سپس کشته شده است. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر والی هرات منتشر شده است آمده است که این فرمانده ارتش روز گذشته جمعه 8 اسد در جریان درگیری با اعضای طالبان در ساحه پشتون پل این ولایت اسیر و سپس از سوی جنگجویان آن گروه کشته شده است. والی هرات کشته شدن این فرمانده به دست طالبان را محکوم کرده است. این در حالی است که گروه طالبان پس از حمله بر ولسوالی گذره ولایت هرات صبح امروز شنبه 9 اسد از دو محور این ولسوالی به شهر هرات حمله کردند. دفتر مطبوعاتی والی هرات در اعلامیه گفته است که در این درگیری حدود 200 عضو طالبان کشته و زخمی شدند. از سوی دیگر غلام حبیب هاشمی عضو شورای ولایتی هرات با خبرگزاری افاق گفت که اکنون درگیری میان نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان در قسمت های ولسوالی های گذره و انجیل جریان دارد. با گفته او حملات طالبان مهار شده و این گروه نتوانسته به سمت مرکز شهر پیشروی کنند. در همین حال دیدبان حقوق بشر در واکنش به قتل خاشه طالبان به کشتارهای انتقام جویانه رو آورده اند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که علی رغم ادعای گروه طالبان مبنی بر اینکه جنگجویانش را به خویشتنداری دستور دادند، این گروه منتقدان خود را مورد حمله قرار میدهند.
و گزارش اسپوتنیک سازمان ملل دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد در اعلامیه که روز جمعه 8 اسفند منتشر شد میگوید که گروه طالبان با وجود ادعای رهبری این گروه که میگویند خیشتنداری را در پیش گرفتند، منتقدان شناخته شده این گروه هدف قرار میگیرند. این نهاد با اشاره به قتل خاشا جوان، طنز پرداز قندهاری گفته است که قتل او و سایر رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که فرماندهان گروه طالبان تمایل به شکستن انتقادها و اعتراضات شدید مردم افغانستان دارند. پادریشیا گاسمن، مدیر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر گفت: ظاهراً نیروهای طالبان خاشا جوان را اعدام کردند، زیرا او رهبران این گروه را مسخره می کرد. گاسمن افزوده است: رهبری طالبان معمولاً حمله بر منتقدانشان را رد می کند، اما این جنگجویان طالبان هستند که مسئولیت متوقف کردن کشتارها را بر خود دارند. در همین حال دیدبان حقوق بشر به نقل از منابع محلی در قندهار تصریح کرده است که در روستاهای اطراف مرکز این ولایت فرماندهان طالبان تعداد زیادی از افراد مرتبط با دولت را بازداشت کردند. طبق معلومات این نهاد، در تازه ترین مورد گروه طالبان دو تن را که برادرانشان کارمندان دولت هستند از خانه ایشان در ساحه قسان پل ولسوالی دندره بودند که تا هنوز خبری درباره آنها در دست نیست. با این حال دیدبان حقوق بشر حملات تلافی جویانه از سوی گروه طالبان را مجازات جمعی عنوان کردند و آن را ممنوع خوانده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما، ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.